به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم تماشاگران عزیز و حواداران شبکه کاروان عمره. معجزه ای که با امام روح داده بود و این معجزه خداوند را ببینید. اگر ملال نشود دوستان عزیز در زیر ویدیو یک لایک بذارید. یک امام بود، او دائما نمازش را زیبا و دور و دراز میخواند. جماعت نیز این امام را زیاد دوست می‌داشتند. روزه این امام در مسجد نماز پیشین را با جماعت می‌خواند. در وقت نماز سنت وقتی مرا سلام داد که یک موی سفید را دید و به چپ سلام داد، زود به راست نگاه کند، این موی سفید نیست. در نماز فرض پیشین نیز با همین حالت تکرار شد. امام از این حالت حیران شد. وقتی در آخری دو رکعت سنت پیشین پیش از سلام دادن پرسید: عمک جان، شما کی هستید؟ وقتی براست سلام دهم میتابید، اما به چپ سلام داده باز براست نگاه کنم گم میشوید. مصطفید گفت: اگر کی بودن من را دانستن خواهی، همراه خودت جماعت را بگیر، از بین شهر و از راه تاریک و ترسناکی او گذر کن. وقتی از کوچکی گذشتی، یک دروازه سبز میبراید. در آنجا نوشته شده است که لا اله الا الله محمد رسول الله. در را باز کن و در همانجا کی بودنی من را خواهی فهمید. امام زود واقعه شده را به جماعت نقل کرده داد و از آنها پرسان شد: با همراه من می روید به همان کوچه. جماعت راضی شدند، اما وقتی به جایی که تاریک و ترسناک بود، امام به پسش نگاه کند که از جماعت هیچ کسی نبود، همه گریخته رفته است. امام از کوچه گذشت، همان دروازه سبز را دیده و از زیبایی در چشمانش خیره گشت. در را باز کرده به داخل در آمد. وقتی داخل که شد، مصطفی که در مسجد به چشمش تافته بود در همان جا می ایستاد. گفته های شما را کردم و از کوچه که شما گفته بودید گذشتم، اما جماعت من را تنها گذاشتن، خودشان گریخته رفتند. اخنون گوید شما کی هستید؟ مصطفی خنده کرد و گفت: من عزرائیل هستم. وقتی در نماز سنت پیشین تو به دست راست سلام داده بودی، من روح تو را مثل که یک تاری موی سر که در خمیره هست چنین کشیده گرفته بودم که اما تو این را حس نکرده بودی. کوچه ای تاریک این تابوتی تو، جماعت تو را برداشته به کوچه ای تاریک و ترسناک، یعنی به قبر گذاشته، خودشان رفتند. ایمان تو چنان مستحکم بود با کاری کرده ات را به این جای ها رسانده آورد. اینجا باشد جنت است، گفته روایت به انجام می رسد. خب دوستان عزیز، از این قصه معلوم می شود که هرچند ما عبادت را زیاد کنیم، همان قدر مشکلی جان دادن برای ما آسان می گردد.